عاشقی و بیوفایی کار ماست، کار کار ماست، چون او یار ماست. عطار نیشابوری. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما هم میهنانه. آقای امیر درخشان برنامه رو هدایت میکنه، ممنون. اما در ایالات متحده آمریکا، خب سرکله خانم هیلری کلینتون دوباره پیدا شده، بعد قراری که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بشه. جالبه که تمام رسانه ها رو دور زده از طریق شبکه های اجتماعی و در ارتباط با نسل جوان کاندیداتوری خودش اعلام کرد و بعد هم فعالیت های قهوه خانه ای خودش شروع کرده، از قهوه خانه های کوچک، اونم در استانی مثل آیووا، و بعد بره تا برسه به اوج مبارزات انتخاباتی. ولی جالبه که خانم کلینتون هم روی آدم های کوچک سرمایه گذاری کرده، هم روی نسل جوان و طبقه کم درآمد جامعه. این به اصطلاح سیاست راهبردی این دوره از مبارزات انتخاباتی خانم هیلری کلینتونه. میدونید کتابی هم چاپ شد به نام مونیکا گیت، بلکه بشه دوباره اون آتش خاموش شده رو روشن کرد، یعنی رابطه عاشقانه خانم لوینسکی و بیل کلینتون. اما به نظر میرسه که آمریکایی ها دیگه علاقه ای ندارند که به گذشته عفونتبار در تاریخ این مملکت نگاه و نظر بندازند و بعد بخوان اون قصه های قدیمی رو دوباره زنده بکنن. نه، سلول ها خفته است دیگه، نمیشه اونها رو بیدار کرد. این فوق العاده است در این صفت مردم ایالات متحده آمریکا، تقریبا فراموش کردن. حتی پرونده کندی ها رو کنار گذاشتند و امروز موافق و مخالف از او به نیکی یاد میکنن، به عنوان یکی از برجسته‌ترین رؤسای جمهور آمریکا. حالا در زندگی خصوصی چی کرده، مناسباتش، روابطش، اینا دیگه از کمترین اهمیتی برخورداره. تاریخ قضاوت خودش رو کرده. نمیدونم چرا، چیه، سراسر جهان عبرت و حکمت هست، چرا سهو ما فقط غفلت هست. این رو من موندم. ما ظاهرا هنوز بسیاری از عادات گهنه و قدیمی خودمون رو در قلم روی سیاست رها نکردیم، اما اونا چسبیدیم و دید ما کماکان همون دید گهنه و وارفت است. و رو اینم که جمع کندی ها هم یعنانه. واقعا تاریخ آمریکا از این شخصیت به نیکی یاد میکنه، گرچه گفته میشه که خب اوراق سیاه در پرونده زندگی شخصی او زیاد و بسیار. حرف قشنگی میزد عباس شیر محمدی در واشنگتن دی سی، که یکی از نویسندگان معروف و برجسته آمریکایی بهش گفته که اگر در گاوصندوق های روزنامه هایی مثل واشنگتن پست و نیویورک تایمز و ال ای تایمز اینها رو باز بکنن، پرونده هایی از برخی رجال آمریکا وجود داره که اگه اینها منتشر بشه باید بگذر آمریکا رو برن دیگه، هرگز هم بر نگرد. ازشون خرابه. الان هم ریانانم خانم کلینتون به میدان آمده، به میدان مبارزات انتخاباتی. اما اون چی که در رابطه با ما اهمیت داره اینه که بنا به نوشته نشریه فارن پالاسی و همینطور تحلیلگر این نشریه آقای دیوید راتکوف، هیلری کلینتون کسی است که سیاست‌های دیگری در قبال ایران خواهد داشت، در صورتی که در سال 2016 به کاخ سفید اسباب کشی بکنه. یعنی بر پایه این تجزیه و تحلیل، اگر پرزیدنت اوباما موفق نشه با جمهوری اسلامی به توافقی در قلمرو فناوری هسته‌ای برسه، اون وقت پرونده میمونه برای رئیس جمهور بعد. سیاست هیلری کلینتون به هر حال کاملا متفاوت خواهد بود با سیاستی که اوباما در قبال ایران داشت. اجازه بدید که نقل بکنم. سرکار خانم گلریز امینی همکار نازنین مجموع مقالات فارن پالیسی رو برگردان کرده و برای من فرستاده برای این برنامه. هیلری کلینتون کسی است که میتواند سیاست‌های دیگری برعکس اوباما برابر ایران اعمال کند. هر کسی که کاخ سفید را در 2016 به دست آورد، سرنوشت معامله با ایران را روشن خواهد کرد. باراک اوباما و مقام‌های دولت او میگویند اگر ایران مفاد معامله اتمی را که قرار است در ماه ژوئن به تصویب برسد زیر پا بگذارد، تحریم‌ها که قرار است بلافاصله برداشته شود دوباره به اجرا گذارده خواهد شد. در این باره وزیران خارجه پیشین آمریکا هنری کیسینجر و
جورج شولز، رابطه وزیران خارجه قبل پیشین، در انتقاد سازنده و متفکرانه خود درباره تفاهم مقدماتی با ایران بر روی مسئله اتمی این کشور که در وال استریت ژورنال به چاپ رسیده می نویسد این نکته که تحریم های پیچیده یک طرفه و چند جانبه ای که علیه ایران طی بیش از 12 سال به اجرا گذاشته شد به یک باره برداشته خواهد شد چنا خیال عبسی بیش نیست و تقریبا غیر ممکن خواهد بود که پس از شکست شدن تحریم ها آن را به شکل پیشین درآورد. به این دلیل که در دنیای اقتصاد جهانی برای اینکه تحریم ها دوباره کارگر شود باید بیشتر اقتصادهای بزرگ دنیا در آن شرکت کنند و از مقررات آن پیروی نمایند. بخشی از مقاله فارن پالیسیست درباره امکان روی کار آمدن خانم هیلری کلینتون و اسباب کشی او به کاخ قدرت یعنی کاخ سفید. اجازه که همینان بعد گذر از بازارچه موسیقی برمیم به سراغ دانشمند جوان. گفتگو این بحثی رو که از مدت ها پیش شروع کردیم واقعا ما باید به تدریج و خوشبختانه اتفاق افتاده با نگاهمون رو به همه چیز تغییر بدیم، به بسیاری از چیزها با تغییر بدیم. عرض کردم این تالاری که ما در زندگی میکنیم یا این اتاقک یا این کلبه هرچه یه دریچه نداره، دریچه های متعدد داره، گاه ما فقط از یک دریچه منظرهای بیرون رو نگاه کردیم، لازمه و جا داره که از این به بعد از همه دریچه ها دنیا رو نگاه کنیم. ما و تاریخ ما قربانیه کسانی شد که متاسفانه دنیا رو از یک دریچه نگاه میکرد، یک بعدی مثل سرباز های یک چشم برمیگرد. چشم انتظارم یه بیقرارم، میخوام بیایی همیشه باز بمونی کنارم، تو رو ندارم تو روزگارم، بیا که
در مورد راه عشقی فکر بدنامی مکن. شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت. امیران ارجمندم، نگران بدنامی نباشید. فکر میکنید اندیشه شما درسته، سعی بکنید با صدای رسا اونو در میان بگذارید، حتی با مخالفانتون هم منتظر شنیدن نظر مخالف هم باشید. خب این در نتیجه تبادل این حجت ها و این برهان ها بالاخره آدم به حقیقت واقعی دست پیدا میکنه. این لازمه زندگی است زیر سایه دموکراسی. اجازه که عرض ادب کنم و احترام خدمت دکتر حسام نوذری عزیز، در کجا؟ در شهر پولدار بیولی هیلز، واقعا یکی از شهرهای پولدار دنیا هستی. دکتر نوذری درود بر شما. درود بر شما و بینندگان عزیز شما. خب حال تشکر، حال شما خوبه؟ خوب هستم، خسته نباشید. بحث گذشته با قلاده جالب بود که درباره شست و مجموع مکانیزمی که داشت و ظرفیت و پتانسیل فوق‌العاده نیرومندش، فوق‌العاده نیرومند، و یکی هم درباره لبخند. اما میخوایم برسیم به میکروب ها. چقدر این میکروب ها برای هم پیدایش حیات برای کره زمین هم ادامه حیات مؤثرن؟ و فراموش نکنیم که ما ترکیبی از مجموعه میکروب هایی هستیم که اندام ما رو شکل میدن. دکتر نوذری درسته؟ همینطور هست. بدون میکروب ها حیاتی روی کره زمین نبود، بدون میکروب ها انسانی وجود نداشت، و امروز هم رابطه میکروب ها با ما به قدری مهم هست که خودشون مستقلن در بدن ما فعالیت میکنند، اما به نفع ما. برای ما ویتامین تهیه میکنند، درست میکنند، برای ما آنزیم درست میکنند، برای ما خیلی از پروتئین های دیگر رو تهیه میکنند. نقش بسیار مهمی دارن در متابولیسم بدن انسان، حتی در روان انسان هم و رفتار انسان هم مؤثر و اثرگذار هستند. چقدر جالبه. بنابراین این شعار مرگ بر میکروب ها و تبدیل بشه به زنده باد میکروب ها، و به نظر میرسه اکثریت باکتری ها به اصطلاح کارنامه درخشانی در زندگی ما دارن، فقط اقلیتی هستن که مضر و زیانمند نیست. دقیقا همینطور است. یک تعداد خیلی کمی از باکتری ها مضر هستن و همین تعداد کم باعث شده که شهرت اینها رو برهم بزنه. شما وقتی که از باکتری صحبت میکنی، وقتی که از ویروس صحبت میکنی، وقتی از میکروب صحبت میکنید، همه به وحشت میفتند. اما در واقع بسیاری از اونها برای ما مفید هستند، تقریبا همه اونها. ما تریلیون ها تریلیون باکتری داریم و یک تعداد خیلی کمی از اونها هستند که برای ما مضر هستند. و وجود باکتری ها برمیگرده به چند میلیارد سال پیش. باکتری ها زیربنای ما هستند، آجر زندگی ما هستند، آجر ساختار خود ما هستند و امروز هم در ما هستند. هر انسانی، شما، من، کارگردان برنامه امیر جون، همه ما 100 تریلیون باکتری با خودمون داریم. در دستگاه گوارش، روی پوستمون، در دهان انسان، و اینها دارن مرتب برای ما کار انجام میدن. نقش مستقیم بازی میکنن در دفاع از ما، نقش مستقیم بازی میکنن در آموزش سربازهای بدن ما، یعنی سلولهای سفید بدن ما، نقش آموزشی بازی میکنن. زبانی رو که سلولهای سفید ما استفاده میکنن، سربازهای بدن ما استفاده میکنن تا با هم در تماس باشن و بتونن مشکل رو از بیان ببرن، این زبان رو از میکروب ها ما یاد گرفتیم و همون الفابت رو، همون الفبا رو استفاده میکنه که میکروب ها به ما یاد دادن. میکروب ها در طبیعت هم نقش مهمی دارن. هر روز مواد زائد زیادی روی کره زمین پخش میشه. این میکروب ها هستن که اونها رو تبدیل میکنن به اتم های اساسی تا دوباره به چرخه زندگی برگردن. هر روز هزاران گالون، میلیون ها گالون نفت و مواد خطرناک در اقیانوس ها ریخته میشه. این باز میکروب ها هستن که اونها رو تجزیه میکنن و اونها رو برمیگردونن به زمین، به چرخه روی کره زمین، تا
ما از اونها استفاده بکنیم. اونها رو در اختیار گیاهان و درخت‌ها قرار میدن، نقش مهمی بازی میکنن در فتوسنتز، نقش مهمی بازی میکنن در ایجاد اکسیژن. ما یادمون باشه که وقتی که حیات روی کره زمین ظاهر شد برای نخستین بار، اکسیژنی به اون صورت در کره زمین نبود، یعنی حیات نیازمند به اکسیژن نبود. اکسیژن بعداً وارد زمین میشه و اون از صدقه سر میکروب هاست، و وقتی که اکسیژن وارد زمین میشه حوازی ها به وجود میان، از جمله خود ما. همینطور ویروس ها نقش مهمی دارند. حدود 25 میلیون سال پیش ما یک ویروس داریم که روی کروموزوم شماره 7 ما هنوز نشسته، اما ورودش به ژن ها 25 میلیون سال پیش انجام گرفته که یک پروتئین درست میکنه به اسم سینسیتین، و اگر این پروتئین نبود حاملگی هم امکان نداشت. یعنی مادر بچه رو به عنوان یک جسم خارجی دفع میکرد. هرچه باشه این بچه نصفش غریبه است، درست. از یک شخص دیگه میاد، از شوهر اون زن میاد، و طبیعی هست که بدن زن اون رو دفع بکنه به عنوان یک مهاجم، به عنوان یک جسم خارجی، اتفاقی که نمیافته. درست کاملا. و این از صدقه سر ویروس هاست. ما 100,000 عنصر ویروسی در ژن‌های خودمون داریم، ما 100 تریلیون بکتری هر کدوم از ما با خودمون داریم، و بکتری های ما با هم متفاوت هستن. یعنی بکتری که شما دارید با بکتری که خود شما وقتی که در ایران بودید داشتید متفاوت هست. یعنی اگر شما یک دوقلو رو در نظر بگیرید که یکسان باشن و در دو محیط متفاوت رشد بکنن، بکتری های گوناگونی دارن، و ما امروز میدونیم که این میکروب ها نقش مهمی بازی میکنن در رفتار انسان. اگر اینها همه جا هستن، شما تقریبا در تمام سلول های بدن جای پای میکروب ها رو میبینید، به جز گلوبول قرمز که کارش رسوندن اکسیژن هست و بردن گاز کربونی، مثل یک کامیون رفتار میکنه. اما در تمام سلول های خودمون، در مغز خودمون، در مغز دوم خودمون که دستگاه گوارش هست، شما یا خود این میکروب ها رو میبینید یا جای پای اونها رو میبینید. همه جا هستن و طبیعی هم هست که نقش بازی بکنن در رفتار انسان، در روان انسان. جالبه. خب گرچه شلاقی نداره که زودی به یک نوع قضاوت برسیم، نتیجه‌گیری نهایی، ولی اینجا ناچاریم. پس ما باید نگاهمون رو به باکتری ها و میکروب ها کاملا تغییر بدیم. اگه تا حالا تصور میکردیم که باکتری ها و میکروب ها عناصر مضری هستن برای ما، روز برعکس، باکتری ها کارگران کارخانه حیات ما هستن. هر کدام بام تا شام دارن زحمت بکشن توی این کارخانه تا ما بتونیم به زندگی ادامه بدیم، به هستی، یعنی شرایط حیاتی برای ما پدید میارن. اما برسیم به باکتری های مضر. پس دو نوع میکروب خوب داریم، میکروب بد داریم. اون میکروب های بد کدامند؟ میکروب باید چه اعمالی ازش سر بزنه تا ما بهش نمره بد بدیم و ازش به نیکی یاد نکنیم؟ آقای دکتر نوذری، وقتی که هماهنگی از بین میره و در بیشتر موارد خود انسان مقصر هست، تا زمانی که هماهنگی باشه در وجود ما، این یک خبر خوب هست، چون انسان یک فرد نیست. انسان یک منظومه هست، یه مجموعه هست. انسان اینطور نیست که از اون بالا دستور بیاد و بقیه اجزای بدن اون دستورها رو اجرا بکنن. تمام سلول‌های بدن با هم در تعامل هستن، با هم در آمد و شد هستن، در گفت و شنود هستن، و نتیجه این ارتباط تجزیه و تحلیل‌های واقعا ریاضی هست، در یک سطحی که شما در هیچ دانشگاه و مرکز پژوهشی نمی‌بینید، به مراتب قوی‌تر. عدم احتمال و احتمال رو در فاصله بسیار کوتاهی، کمتر از چشم برهم زدن، در میلیون ها واکنش شیمیایی اجرا می کنن. و این به خصوص به خاطر ورود بسیاری از فلز هاست در ساختار ما. بسیاری از این فلز ها از روز نخست روی کره زمین نبودند، از جاهای دیوارد کره زمین شدند، و به خاطر همین هم هست که ما واقعا، مادر ما کره زمین نیست، مادر ما کهکشان ها هستند، و اون فلز ها نقش مهمی بازی می کنن در سرعت بخشیدن به واکنش ها. اما بکتری ها در طول نه 1 میلیارد سال یا 2 یا 3 یا 4، بیشتر از 4 میلیارد سال ساختار این کار رو برای ما فراهم می کنن.
و بنابراین روزی که ما وارد کره زمین میشیم این هدیه رو به ما دادن این باکتری ها. حالا اگر ما به تاریخ انسان مدرن نگاه بکنیم میبینیم که در چند دوره یک اتفاقات بزرگ افتاده به اسم عفونت. برای مثال طاعون بزرگ در سال 1346 تقریبا نیمی از کره زمین از بین میرن، از جمله در ایران، از جمله در یمن، در مکه، در مدینه، در اورشلیم، در غزه، در استکهلم، در اسلو، در روم، در میلان، در لندن. یعنی یک فاجعه بزرگ هست و این یک اثر بد میگذاره در ذهن انسان ها که ما رو واقعا بدبین بکنه و متنفر بکنه از میکروب ها. یعنی ما همه اونها رو به یک چوب میرونیم. بعد اگر برسیم به قرون جدید، بسیاری از شخصیت های بزرگ ما به خاطر عفونت از بین رفتن، مثل ریشولیو، مثل بیسمارک، مثل ناپولئون، مثل تولستوی، چایکوفسکی، داستایوفسکی، مارکس، مثل هگل، مثل گوته، مثل گیدو موپاسان، ون گوک، بتهوون، شوبرت، شوپن، کافکا. یا آخری شخصیت های بزرگی هستن که بر اثر این میکروب ها از بین رفتن. آخری همین گونته گراس بود دیگه، اونم بر اثر عفونت درگذشت. آی گونته گراس. بله. بنابراین طبیعی هست که اگر ما به تاریخ نگاه میکنیم میبینیم که یک حادثه های بزرگ اتفاق افتاده، نیمی از کره زمین شاید هم بیشتر از بین رفتن به خاطر باکتری ها. اگر بعد نگاه بکنیم به شخصیت های محبوب هنری یا شخصیت های محبوب ادبی، سیاسی، علمی، میبینیم بسیاری از اونها به خاطر این میکروب ها از بین رفتن و این خب باعث شده که ما تریلیون ها تریلیون میکروب و ویروس رو فراموش بکنیم و به اینها بچسبیم و اونها رو بدنام بکنیم. خب. اما همونطور که گفتم برای پاسخ به سوال شما، وقتی این اتفاق میفته که این هماهنگی از بین میره و در بسیاری از موارد خود انسان مقصر بودن. برای مثال امسال ما این دوره ما چه کار میکنیم؟ سوء استفاده از آنتی بیوتیک. به خاطر سوء استفاده از آنتی بیوتیک در بیمارستان ها چی شده؟ میکروب هایی هستند که مقاوم هستند. بنابراین یک انسان سالم میتونه به یک بیمارستان بره و اونجا عفونت بگیره و چشمهاش رو از دست بده، عضوی رو از دست بده یا حتی از بین بره. خب نظری دوم میگم ما یکم مخالف عزیزم به قضاوت نهایی ولی ناچاریم دیگه. قرار شده که عادات خودمون رو تغییر بدیم، نگاهمون رو. دکتر نظری، هرگاه که انسان هماهنگی رو از دست بده، یعنی احساس بکنه تعادل نداره، توازن نداره در اندامش، در وجودش، مفهومش اینه که اتفاق ناگوار افتاده، یعنی گروهی از اون میکروب های بد بر میکروب های خوب چیره شدن، یعنی توازن رو از ما گرفتن، درسته؟ همینطور هست. پس توازن و هماهنگی در وجود نشانه این که تمام این به اصطلاح باکتری ها دارن کار خودشون رو درست انجام میدن، مگر اینکه در معرض یک خطر جدی قرار بگیرن یا یک صاعقه اونها رو بزنه، صاعقه یه حادثه ای که نباید و نشاید. دقیقا همینطور هست. خب نکته داری؟ بفرمایید. یه توضیح ببینید، وقتی که باکتری، شما فکر کنید یک باکتری در بدن شما داره برای شما ویتامین درست میکنه، ما نیازمند به اونها هستیم. خود این باکتری اینقدر کوچک هست، میکروسکوپی هست، چقدر میتونه ویتامین واسه شما درست بکنه؟ هر چقدر هم که درست بکنه برای شما کافی نیست. بنابراین چه کار بایستی بکنه؟ بایستی با باکتری های دیگه ای که میتونن این کار رو بکنن همزمان همکاری بکنه. بنابراین این باکتری ها تبدیل به یک نوع بافت میشن و همزمان شروع میکنن به تولید ویتامین و این نیازمند ارتباط هست، ارتباط شیمیایی که ما امروز اون زبان رو میدونیم، به خصوص روی اتم کربن سوار شده که بعدا در طول دگرگشت زمین اتم های نیتروژن و اکسیژن هم به اون اضافه میشن. اما این خودش نشون میده که اهمیت هماهنگی چقدر هست حتی در مورد باکتری ها. شما فرض کنید که یک سری باکتری میخوان برای شما هر روز آنزیم درست کنن، هر چقدر هم که یک باکتری تلاش بکنه انقدر کوچک هست که اون آنزیم به درد شما نمیخوره، مگر اینکه همه اونها دست به دست هم بدن تا اون حجم آنزیم بالا بره و باز این نیازمند به هماهنگی هست، نیازمند به ارتباط هست. اما باکتری ها دارای مغز هستن؟ نه،
آیا بکتری هایی که در وجود شما هستن، در ساختار شما هستن، از مغز شما دستور میگیرن؟ به هیچ عنوان. پس چطور این امکان وجود داره؟ به خاطر اینکه ارتباط نیازمنده به مغز نیست. نه، هماهنگی نیازمنده به مغز نیست. بدون داشتن مغز کاملا این امکان وجود داره. و دوباره تکرار میکنم که این برمیگرده به دگرگشت بکتری ها آجر وجود ما در 4 میلیارد سال پیش. کاملا. خب حالا می‌رسیم به این پرسش که آیا هر کدام یا هر مجموعی از این باکتری ها مأموریت خاصی رو پیش میبرن، یعنی برنامه کار دارن، یا اینکه هر کدام هر کاری از دستش بر بیاد باید انجام بده؟ هر کدام مأموریت خاصی دارن. مأموریت خاص. برای مثال در سلول های شما موتورخونه هست که انرژی ایجاد میکنه. این کار یک باکتری برای شما انجام میده که احتمالاً از خانواده ریکتسیا هست. یعنی اگر این باکتری نبود، شما اصلا سلول‌های شما قادر به تولید انرژی نبودن، و اگر انرژی نبود، مای نبودیم. انرژی خیلی مهم هست و راه‌های مختلفی هست برای تولید انرژی. این باکتری‌ها از اکسید شدن مواد استفاده می‌کنن برای تولید انرژی. ما میتونیم انرژی تولید بکنیم از طریق قند، ما میتونیم انرژی تولید بکنیم از طریق تخمیر. این باکتری ها از این نوع خاص استفاده میکنن برای تولید انرژی برای شما و کار دیگه هم به هیچ عنوان انجام نمیدن. کارشون این بوده. بعد شما یک سری باکتری دارید که در دستگاه گوارش شما هستن و دستگاه گوارش شما مغز دیگه شما هست. ما فقط یک مغز نداریم، قبلا در این مورد صحبت کردیم، و دستگاه گوارش شما هم از مغز شما دستور نمیگیره. وقتی غذا وارد دستگاه گوارش شما میشه، خود معده شما شروع میکنه به کار کردن. غذا وارد روده میشه، میکروب ها شروع میکنن به کار کردن و برای شما اون چی که لازم دارید تهیه میکنن. و یادمون هم باشه ما در مورد 100 تریلیون باکتری داریم صحبت میکنیم. اگر هر کدوم کار خاص خودش رو انجام نمیداد، اگر هر کدوم با هماهنگی و نظم کار خودش رو انجام نمیداد، ما اصلا منفجر میشدیم، منهدم میشدیم، وجودی اصلا نداشتیم. به قدر این کار رو با دقت و با هماهنگی انجام میدن که ما به زندگی خودمون به راحتی ادامه میدیم و با هماهنگی. و روزی که اون هماهنگی از بین میره، بیماری هم ایجاد میشه. و این ارتباط بین باکتری ها و روان انسان دو طرف است. یعنی اگر روان انسان هم به دلایل دیگری دوچار ضعف بشه، روی این باکتری ها اثر میگذاره. قایل فوق العاده دوتون نظری. روان انسان. خب من تصور میکنم که این بحث رو دنبال بکنیم، بحث تاثیر باکتری ها. فکر کنید هر کدام از ما ده ها میلیارد باکتری در وجودمون هست. خب این بر روان ما، اونگونه که دکتر نوذری گفت، اثرگذاره، همینطور بر رفتارها و کردار ما. اجازه در گفتگوی آینده مبحث بیشتر باز بکنیم، شاید باز این کمک بکنه که ما دریچه دیگری رو باز بکنیم، نگاه ما در واقع حتی نسبت به خود ما تغییر بکنه. دکتر نوذری موافقید بار آینده این کارو بکنیم؟ خیلی خیلی سپاسگزارم. خسته نباشید. حالا کار میکردید ها؟ بله. حالا از چه ساعتی صبح بلند میشید؟ صبح 5. 5 صبح میرید ورزش دیگه اول ها؟ نه، بعضی موقع. بعضی موقع. اون قدیما یادم وقتی دانشگاه یو اس سی بودید، اغلب صبح 5 صبح تو استخر بودید. حالا دیگه نه. ادامه داره؟ بله. یه جای دیگه میرم. خیلی تشکر میکنم، لطف کردید. تا دیداری دیگر دکتر نوذری. تا دیدار دیگر. خدا حافظ شما.